بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به یاران عزیز، یکی از دوستان در بحث گفتگوی شاگرد و سیمرغ گفتن آیا واقعا راه آن نرسیده که به جای متوسل شدن به ابزار تکامل به دامن کامل یعنی پروردگار عالم متوسل شوید؟ خوشا آنان که الله یارشان بید، به هم دو قلب و الله کارشان بید، خوشا آنان که دائم در نمازند. و ادامه شعر، ولی اینجا نماز رو به طور مشخص از کلمه مراقبه استفاده کرد. در پاسخ به دوست عزیزمون که این سوال رو طرح کردن عرض می کنم که در قرآن مجید می فرماید یا ایها الذین آمنوا وابتغوا الیه الوسیله، یعنی برای طی راه حق و رسیدن به گوهر مقصود یعنی حصول معرفت خداوند در بستر سیر تحول جوهری ابتغوا الیه الوسیله، در جستجوی وسیله سلوک باشید. یعنی وقتی که شما میگین آیا بهتر نیست که به جای جستجوی ابزار تکامل به خود کامل متوسل بشین، هدف متوسل شدن به کامله، اما چگونه؟ اینجاست که قرآن میگه ابتغوا الیه الوسیله، یعنی ابزارش رو پیدا کنید، وسائلش رو تهیه بکنید. وسیله و ابزار رشد چیه؟ اونجوری که در قرآن مجید نقل شده و ما اون رو آویزه گوشمون میکنیم، در خصوص مربی الهی که اسوه و الگوی حد اکثریش رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بفرماید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اون مربی تربیتی که میکنه دو جنبه داره. یه جنبش تزکیه است، انسان رو خالی میکنه از اخلاق متعلق به دوران حیوانی و آراسته میکنه به اخلاق روحانی و یعلمهم و تعلیمشون میده الکتاب و الحکمت. الف و لامی که برای کتاب نقل شده میتونه الف و لام جنس باشه، یعنی کتابهای آسمانی، یا مفهوم خاص داشته باشه، یعنی الف لام تعریف باشه، معرفه باشه، که در این صورت یعنی آموزش های تئوریک، آموزش هایی که آدم درس میگیره به صورت تئوریک، ولی حکمت، و حکمت نتیجه عمل کردن به اون آموزش های تئوریکه که سرچشمه های حکمت در قلب باز میشه و انسان به معرفت میرسه. خلاصش اینه که اون مربی آموزش های تئوریک و در این حال آموزش های پراتیک میده و سالک این آموزش ها رو به کار میبنده تا مانند یک قنچه‌ای که باز میشه و تبدیل به یک گل گشوده میشه، سرچشمه های حکمت در قلب سالک و راهب باز میشه و معرفت و علم به صورت نوری از قلبش در وجود سریان پیدا میکنه و بر زبانش جاری میشه. لیسل علم به کثرت تعلیم و تعلم، بل العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشاء به قدر ما یشاء. این مجموعه رو بهش میگن تعلیم و تربیت الهی، اونجوری که در قرآن ذکر شده، و برای این کار نیاز به مربی الهی هست. پس وقتی قرآن مجید میگه ابتغوا الیه الوسیله،
یعنی در جستجوی مربی باید بود، مربی رو پیدا کرد و ازش آموزش گرفت و اون آموزش ها رو به کار بست و پله پله این نردبان انشائی سیر تحول جوهری رو پیمود تا به جایی رسید که مانند بابا طاهر بگه خوش به حال کسانی که شب و روز در حال نماز هستند، یعنی چه بیدار باشن و چه خواب باشن دلشون داره به یاد محبوب میتکلیفه سینشون، شب و روزشون در اتصال به اون محشور حقیقی به معرفت هست. Gracias.